منم یاد خدا با تقدیم سلام صبح تمامی شما هموطنهای خوبم در هر کجایی که هستین بخیر باشه. امیدوار هستم که جور و صحتمند و سرحال باشین و صبح را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. ما به منطقه کارت 4 آمدیم. در اولین گزارش امروز خواستم که بیایم به طرف یکی از نانوایی ها و میفهمین که آردم یک کمک بلند رفته و ببینیم که آیا نانم 10 روپه است یا 20 روپه شده یا 12 و 13 روپه شده. خوب است که آهسته آهسته بریم به طرف همین نانوایی یکم گپ هم کتشان بزنیم، اگر امکان داشت تصویر ما مشکل خلق نکد میریم داخل نانوایی هم بعضی گپ ها همراهشان می داشته باشیم. سلام علیکم، صبح بخیر. سلام علیکم، خوب هستی؟ بخیر، شکر. ساعت شما خوب است؟ خیر باشی، شکر، بخیر باشی. قربانتان. نام خدا خوب، نانا خیلی جدیده میشه که پر... یا خالی است؟ آنها بالاش خالی است. بعد دیگه نسبتا دیگه مشتری دیگه کم است، دیگه همون قضا نکرد، سرد نشه دیگه. قربانت. خوب است که معذور را داخل بیم. اجازه است؟ شما بیننده گزارش شما به گونه زنده شبکه جهانی آریانا برنامه صبح و زندگی است. باش که ما این از اینجا این طرف بیاییم که کدام مشکلم خلق نکنه. اول این نام تا برما بگو. نصیر احمد. نصیر جان، چطور کار بار؟ شکر الحمدلله، غلیمت هست نسبتا که در دولت پیشین بود، حالا فیصدی کارا کم شده، خوب شده، غلیمت هست نسبت روز اوله. آل نانم در پس یا بلند شده؟ نه نان معمولا وزنش فیصدی کم شده دیگه، اما در پس و بیست پس. تاقهی در پس جورهی 20 روپه. تاقهی و جورهی 20 روپه باز. روغنیش هم پراته است که براته ما مخصوص است دیگه، بعضیات جور میکنند دیگه، مخصوص دیگه صوبانه است دیگه. قربانت. حالا باش که میگن آردم یکمه که بلند رفته، بازی سر قیمت های نان تاثیر میکنه یا نمیکنه؟ در است که آرد بلند شده خواهیتون میشه که بعد خاطر یک دو روزه بگیریم آرد مثلا قیمت نان خورد کنیم مشتری، چون توان نداره، توان مشتری نیست که بدر 20 روپه یا 30 روپه بخره، مجبور هستیم 10 روپه یا 20 روپه بدیمش. خب باز در طول زغاله بگویم کم نمی کنین زغاله را؟ حالا باز بسیاری ها میگن که شاید در قسمت طول کردن زغاله کم کم کنین وزنش. مثلا 20% نسبتا تغییرات آمده در طول، 20% تغییرات آمده. مثلا 200 گرام در دولت قبلی بود، حالا چون کاردا بلند شده معمولا 180 گرام است. تا قیش دیگه؟ تا قیش. جورایش؟ 3.5 ساعت، 360. خوب است. بتی هم بیادر نان بتی که منتظر است. بفرما برادر. زیادتر دیگه در چای صبح از روغنی میبره مردم. امو لالای ما گپ نمیزنه که تو ما؟ سلام، صبحت بخیر. صبح شما بخیر. قربانت. نان روغنی گرفت؟ بله. چای شیرین زیاد مزه مید؟ بله، تصمیم دارم که قیماق یک ذره بگیریم کدش. خب، از لبنیات قیماق زیاد مزه دار است؟ بله. چطور است نان که از نانبایی میبری، خوب است؟ بله، روز اول است که میبرم، باش ببینم اگر خوب بود خوب میبریم، اگر نبود بود دیگه نمی. مطمئن باش که خوب است. انشالله. مینان داد. بله بخیر. اشتیای خوب. برای شما همچنان. باش که این دوست ما نان روغنی گرفت در چای صبح، نان روغنی همراه چای شیرین خوب کیف میکنه. همتون نیست؟ خود مشتری هایی هست که به در اثرت یا نو مراجعه میکنند. باز بعضی ها دوست ها تعریف میکنند که پراته ازی خوبش هست. این پراته ما که هست مخصوص است چای صبح هست دیگه، با خود سنگ که کتا شیر بخوری شیر چای شود دیگه. صبحانه خودتان چی میخورین کتا نان روغنی؟ این پراته میخوریم، شیر چای میخوریم دیگه، معمولا دیگه چسب میخورم بچه ها باش خوشایند با شاگرد ها دیگه، دیگه هرچی که شاگرد ها بخواهیم. همی کسایی که در آنوایی کار میکنه خب اما تو چاق و چلام هستن نه؟ چون بخاطر از این چاق و چلام هستن که از طرف شب همیشه قابلی ازبکی است. این از قابلی ازبکی ها میگفتن. باز از طرف چاشت یکان شروع مروع میخورین؟ چاشت شروع نانبایی سا که از طرف شب دیگه همیشه قابلی ازبکی است. قابلی ازبکی طبعا دیگه همه ویتامین داخلش هست، هوا شسته نمیشه، تمام مزه تامش در داخل غذا می باشه،
مجبور است که شاگردان دیگه و در فربه شوند دیگه و بعد زمینن که فربه بعد چون کارگر هستم و غذای قوی بخورن که بعد سرحال باشند دیگه. خب یک گپ دیگر به من بگم. یک ماه پیش در روز چند نان سودا میکنین یا اگر قسم گفته نمیشه همیشه بگوین که روز یک بوجی دو بوجی؟ مثلا در دوران پیش خوب بود یک شش برجی هفت برجی میشد، حالا فیصدی پایین شده، یک دو برجیش پایین شده که پنج برجی شده. یعنی در روز پنج بوجی سودا میشد اگر خوب است نیست؟ خب شکر است، مجبور هستیم که تحمل کنید چون مصارف مامو مصارف است. تغییران هم چون از عاید خلیفه کار کم میشه، ما چون که تجربه کار هستیم 30 سال میشه دنبال از اینکه سمر ما رو سپری کردیم، مجبور هستیم که تعمل کنیم و در شرایط که بدر بیا حال نمیشه که بعد درست که قیمتی شد کس بیلا کنیم یا بدر بنالیم، چیزی که رضای خداست الحمدلله شکر. بشک 30 سال میشه که دمینان همین کار نانوایی رو میکنین دیگه. 30 سال هم وقت خیلی زیاد است. خوب کنکار هم معلوم میشی دیگه نسی جان؟ بهتر است که انجینر، بعد اگه انجینر 20 سال درس میخوره که انجینر دیپلم انجینری میگیره. بعد چون در افغانستان مسلک قدر نداره ولی در کشور خارج هر کس قدر داره. مولا ما شکر میکشیم به کس مواقعه که آیا که بعد کسیم را قدر ما را بدانانه پیش خود ما قدر ما پیش خود ماست که بعدر ما افتخار میکنیم که به رزق روزی حلال پیدا میکنیم، یک لقمه نان حلال به رزق روزی حلال میبریم به فامیل ما. نظیر جان چند سال شاگردی کردی، باز دوای چند تا استاد گرفتی دیگه که باز آمدی خودت مستقل شدی، نانوایی باز کردی و باز خودت کارهایت را درا کردی؟ به واقعیت دیگه ما اینو بگویم که استاد ندارم باور نخواهد کنیم، به خاطر چی که چون کار دوزی کردیم زمانهای سابق بود کار کسی یاد نمیداد، چون میگفت مادر زود یاد میگیره هم احترام استاد باید سر باشه، چون مادر با مکز ما دوزی کردیم مجبور شدیم که بعد بالاخره وقت زیاد سپری کند، چون که کسب دوزی کردیم 6 سال 7 سال شاگردی کردیم، بعد از چون استاد نداشتیم مادر که ما رو یاد نداد مجبور شدیم که وقت زیاد گرفت، اگر مثلا استاد داشته باشی وقت کم میگیره. اینان شکر هزار بار که بدر حالا مال خدا دو سه تا دکان است، تقریبا بدر یک 20 نفر کارگر زیر دستم است، در دکانم 5 تا 6 تا کارگر است، هزار بار شکر افتخار میکنم. بشک تا زمین کارو بارد برکت، بگی پیسه را بگی که پیسه مهم است. کال مشتری ها دیگه از خود است دیگه آموخته هستن دیگه مشتری ها قار نشه بیشک ولی آنها دست خیر هم دارن یک دانه نان یا دو دانه نان کمک هم میکنن با فقرا کسایی که نیازمند هستن. خب خواهیچه خواهد هرچی هستی از مردم مشکلات اقتصادی خوردین خب باز یه منطقه خب فکر کن که بالای شهر کابل هست دیگه، یکی بهترین نقطه های شهر کابل که بدر کارت چهار هم به ساب لذات امنیتیش هم فصل خدا الحمدلله خوب است، چی دولت پیشین چی فی الحال هم دیگه باز هم مردم در دست خیر باز یه بدر. نصر جان بیاییم که همه قسم استاس تا بریم، فقط پیش از این که برم میخواییم بگویم که دمی نانوایی چی کار کنی که خیر و برکت زیاد شده؟ فقط صداقت، دست خیر داشته باشید، دست خیرت به مردم برسه و مشتریت رضا باشه که سر یک نان میبره سر سرخان مندازه، یک مشتری که باید دعا کنه نه دعای بعد، مثلا سوخته نباشه شور نباشه، مثلا یک مشتری میای میگه من تکلیف دارم، نمیشه که برعکس از او عمل کنی، بدر بگه من تکلیف شکر دارم، بگه بدر من یک تره شیر نمک بده بدر او را شور کنی بری بده من چه کنم اش میخره بخره بی. اخلاق مهم است بشک بشک اخلاق اخلاق مهم است مال مهم است 50% اخلاق مهم است بشک. نظیر جان مالت خوبش نباشه بازم مشتری از تو بدر دور میشن. به دلیل از یک فرصت ما کم است نانم بده برای زو برادر ما فقط نان سبوسی میخواین امروی یک دانه پراته. خب نان سبوسی ما که هست انشاءالله نانی هست که بدر دور است مرض همه مرضا بدر بشک. نظیر جان چند نوع نان اینجا پخته میکنی چند رقم؟ یک اوه فرمایش مشتری است، ما معمولا بدر چون که حالا عمیق نان نرم بونه ما مروش کار خود ما رو میگیریم، مثلا یک در رقم پخته میکنیم. یک چند نانش نام بگی؟ مثلا پراتا
کنجتی، سبوس، جو، نان بدر، رود، خانگی. مثلا خاصه خاصه پرکی پرکی و در هر رقم نانی که مشتری با اوقات درخواست مشتری باشد معمولا پرکی و خاصه درخواست مشتری چون کیج سپاق میشه خود ما پختنه میگه نان ما واسه ترانه که پختنه میگه که مشتری درست ببونه نرم بونه این رقم استفاده خوب است نان و برادر ما را بده که منتظر نمونه ما استاد تا میرم و رشاد جان هم میشه خودت از اون داخل بیای شما بیننده گزارش ما به گونه زنده از کارت 4 از داخل یکی از نانوایی ها هستید خب باش که ما این طرف بیاییم پیش اینی لالای ما انشالله که تصویر ما مشکل نداره رشاد جان سلام سلام علیکم بدر خوب هستین صحت دارین بخیر هستین قربانت خسته نباشی رفیق زنده باشی سلامت باشی بدر بخیر باشین قربانت وظیفه خودت چی است؟ وظیفه خودم نان راست کردن است نان راست میکنم فعلا نان را که میبینین خمیر فراتا است فراتا راست میکنیم روغن است این فراتا است این خمیر از چی وقت میشه از این فراتا باز چی رقم میشه خودت گپ بزن دیگه دبارش خمیر از فرق میکنه خمیر از فرق میکنه از خمیرای دیگه بازی را جور میکنیم چه قسم فرق میکنه فرق به خاطر از این میکنه که از دیگه خمیرها کده زحمتش بیشتر است یافتر است دیگه دو ساعت پیشی را جورش میکنیم آمادهش میکنیم باز آماده شد دیگه نان راستش میکنیم خب نان راستش میکنی اینی چی است؟ این شانه است دیگه به خاطر همیست که دیزاینش خوبش میکنه اما تو بسیار مقبول معلوم میشن من میتانم؟ آه چرا نه؟ این پر است اول دفعه اول قطع پر این تو پرکوبش میکنیم باز قطع شانه میزنیمش اینه مقسم خب محکم بزنیم خب خیر اما تو؟ اینی تو خب بسار ببخشید بیادر این رقمی اگه باشد هم روز اول رخصتم میکنه بخیر نه انشاءالله دیگه کار نان بایسته دیگه یک ذره بخوی دارد دیگه بگه کار مشکلی نیست میکنی و ناخون میکنی و نمون شکل نان جور میکنی فقط وظیفه ما راست کردن است دیگه راستش میکنم اینجا در بستا پرش میکنم دیگه وظیفه باز نان پز است که پختش کنه در تندور حالا خب به خاطر که سو وقت است که چی میگنی پراته جور میکنی نه در چای صبحی پراته مردم بیشتر زیافتر میبره دمی ترکیبش چی از دبینش چی چیزا مندازین تو دبینش دیگه چیزی خاصی نیست ای باز جور کردن از کی است از خمیرای دیگه فرق میکنه مثلا روغن مندازین بوره مندازین دیگه چی مندازین روغن مندازیم، بوره مندازیم، دیگه شیر مندازیم، بسیار فراته بالاست. خب تقریبا دیگه با روغنی چی فرق داره؟ یکم فرق میکنه؟ به خاطر از اینکه این چون نانش پرکی راست میشه، بازمون تو بسیار هم وقتی که توتش میکنی، بسیار هم تو روغن داره در قاطش ورق ورق میشه. بشکت است. فرق داره. بشکت است. خشک و بسیار لکس میه. روغنی که از نرم میه، بازی بسیار خشک میه. روغن زیاد است. چند نفر شاگرد هست اینجا؟ اینجا 4 نفر شاگرد هستیم. قطع خلفه ما 5 نفر. ماشایتان؟ ماشا خوب است دیگه بد نیست. کم از سرش زیادش؟ نه ماشا خوب است بد نیست. یک ذره کاروبارو مثل سابق آره نیست. دیگه خوب است ماشا خوب است. خلفه کل آدم راست معلوم میشه. نه آدم حتما یک توازن در نظر گرفته در قسمت ماشایتان. آه دیگه بخاطر طبعا کار که خوب باشه ماشان بالاسته ایا کار که دیگه فعلا دیگه اقتصاد کارا کل جای ضعیف است دیگه ماشان یک ذره تغییرات آمده کم شده یک ذره کم شده باش باز ما یک واسطه میشه میگم زیادش کنه سعید خب مزایم کارتون نمیشم تو کارت بکو البته یک چیز را باید بگویم که این تندورا را فرق میکنه هر نانوایی این تندور استاده استاده میگن؟ استاده میگن این تندور استاده است دیگه تندور استاده است ولی زمین نیست نه؟ دو زمین نیست خب خود نام تا نگفتی؟ احمد رشاد هستم رشاد جان وظیفه خودت دیگه چی است؟
وظیفه ما که از نان پختن است. نان پختن است. او اصطلاح دیگهش نان کن. نان کن. این تندوره ساده که نان کن ندارن. نان پز هم نان خود پخته میکنه، اوداری میکنه، نان خود میکنه. بسیار عالی. ای قسم که استاده میباشی راحت میباشی یا دو تندورایی که شیشتکایی؟ ما که فکر میکنم چون دمی تقریبا 3 سال میشه نان پخته میکنم، تندور ساده که از راحت تر است. بسیار خوب. تو بگی یک دانه بزن که اگه ما بتانم بکشمش پس. حال نسوزم؟ نه نه انشاءالله نمید. مرا بگو خوب که حالت کدام چیزی را چپه نکنم حالت در نتم نان وایی را. مام نزدیک تا پشنه کنم که کنده بتانم. خب در این نزدیک اکا باشه که از را دستکای ما خوب نسبت با دسته از یا فرق میکنم دسته از یا پخته شده دیگه. خب شما بیننده گزارش ما از کارت 4 از داخل یکی از نانوایی ها هستین. اگر امکان داشته باشه رشاد جان کمی زودتر که وقت ما کم است. خب ایرم خب من فکر نکنم ایره بتانم نشه که بفته تپشه خودت بکو باز کندنش هم میکنم دیگه. تصویرش هم ببینین که این گازی از دیگه نه؟ گازی هست امی باش که از امی خلیفه کل بپرسم نصیر جان این امی تندورای چوبی بخی یک رقم گم شد نشد؟ خوی تر است که علزات محیط زیستی در دولت فسر حوازا فشار آورد که باید چوب در دور شد فضای کابل آلوده است چون اینجا پایتخت هست که پایتخت باید نابقه باشه چون به خاطر همون و اثر فشار دولت مجبور واگذار شدن که بدر نانبایا و بدر گازی بسازن باز حالا نسبتا به اگنه چوب گاز قیمتتر مفته باز نان چوب و نان گاز یک کیفیت خاص داشت بدر نان چوب طبعا دیگه چیز طبیعی بود بدر مزه‌دار بود گاز که از دیگه مزه چوب نان چوب نمیته دیگه به خاطر همین باز دولت یک اثرات 50% فشار دولت 50% به خاطر نظافت خاطر دکان خود خبازا به در کوشش کردن که به در گازی بسازن چون سابق می اومدی در نانبایی به در دود بود حالا به در فصل خدای چی به در میتونی کاشی کنی هر کار کنی و مثلا در یک سال هم کثیف نمیشه به خاطر هم مجبور شدن که واگذار شدن که نانبایا باید گازی شون خوب است مشتری ها را نان بده که قار نشن سر ما اینجا رفیقای دیگه ما هم هست اینجا یک کس دیگه است میخواییم که ازش گپ بزنیم خودت هم فکر میکنم اینجا کار میکنی شاگرد هستی صبح بخیر خودم استاد کار هستم ما معذرت میخواییم در پیش ری کلگی استاد کار هم شاگرد گفتم من دیگه چی بفهمم گپ ندارم قربانت خودت چند سال از دنانبایی کار میکنی تقریبا 13 سال از خودم دنانبایی بیشکت از والا تو هم کم از خلیفه کل نیستی والا گفته اگم تو گرچه وکل نمیمونیم بازم شاگرد هستیم هرچه که استاکار هم باشی کسب کار نانبایی کس چون صفتی نداره بخاطر استازی و شاگردی مسجد کلیدم داخل مجموع کار که کد با هر کس هم مسلک شد نه صفت داره باید تعریف شد و توصیف شد و حال دیدی ما اونو که کار نتانستم یه از مثالش نان خدا راست میکنه استاز نان پاز نان خدا پخته میکنه مرچ هستم خمیر میکنم هر کس یک شغل شاست و با این خاطر است کاش کمی از خمیر کردن هم میدیدیم که حال نیست دیگه حال فعلا کار خمیر نیست فعلا وقت اگه نه اورم میدیدیم نه خمیر کردیم خلاص شد هم تو دیگه کنکار هستی خودت هم معلوم میشه که دیگه آستاست هم نمیاد سفید نشده خب مقصد دمی کار من فکر میکنم سفید میشه ولی سن ما 37 ساله شده دیگه اگرچه ریسم و موی ما سفید شده یعنی دلم بود بگویم 20 چند سال هستی تو میگیسی 37 شد مال خدا یک دو تا اولاد داریم نصیب دو تا زن شدیم بیشکت از خود دو دانه زن گرفتی؟ او آدم در این شرایط سخت نیست دو دانه زن؟ ولی سخته گپ گفتی اگم تو اقتصاد خوب باشه خوب است اگه اقتصاد ضعیف باشه سخت است تو فامیل چلانده میتونی فعلا خدا را هزار بار شکر است بیشکت است بس چند اولاد داری از دو دانه خانم از دو دانه یک دخترک مال خدا از یک شست 6 ساله است یک دخترک نه مال خدا سه ماه شد از دیگه شست نگاه میخوای اولاد داشته باش گرچه طبعا کلمه گوی خدا هر کس بیشک خدا مهربان است بله قربان شما اینجا آردم میبینین خب نشد که فعلا وقتش نیست که از جریان خمیر کردنم یگان گپا می داشته باشیم خب فرصت ما آهسته آهسته تمام است تشکر از کلتان بیاییم کم و نان بکنیم باز میریم به طرف استودیوی
صبح و زندگی. آلبیخی آماده شده؟ آماده است، میتونی بخواه. خواه بسیار زیاد تشکر میگه. نان سوختاندی گناه من نبود و من وقت گفت، اگر نگم وقت میکشیدمش جور تر نان بود. اوه داغم است. اینه یک دانه نان مام پخته کردم، مقصد اوقدر نالایق هم نیستم دیگه، لایق هستم. شکری میگن جورش کردی، با یکی اگه لاز چای بورادار هم بگیریم خیلی کیف میکنم. تشکر از اینکه بیرنده گزارش ما بودین از یکی از نانوایی ها در کارته 4. حال هم میریم به طرف استودیوی صبح و زندگی، ادامه برنامه را با همکارانم دنبال بکنین و منتظر گزارش دومی همچنان باشید.